نگاهی به ماجرای پر رمز و راز روح الله زم. او چرا به عراق رفت و چگونه بازداشت شد؟ امارت یا جمهوریت؟ طرفین دعوا در افغانستان چه می‌خواهند؟ و از تل آویو تا تهران، بازخوانی ترانه‌های قدیمی توسط لیراز، خواننده ایرانی اسرائیلی. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. حدود یک سال پیش تلویزیون دولتی ایران ویدئویی از روح الله زم منتشر کرد که چشم بسته در بازداشت سازمان اطلاعات سپاه بود. دادگاه انقلاب تهران او را به اعدام محکوم کرد. اما سوال اینجاست، روح الله زم که در فرانسه پلیس محافظ داشت چگونه متقاعد شد به عراق برود، جایی که جولانگاه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران است؟ آیا واقعا آیت الله سیستانی او را دعوت کرده بود؟ جزئیات بیشتر از ژیار گل. روح الله زم یکی از جنجالی ترین و مؤثرترین شخصیت های رسانه ایران در یک دهه گذشته است، چه در دوران مدیریت کانال تلگرامی آمد نیوز و چه پس از ربوده شدن و دادگاهی در ایران. اشکال نداره. چیزی که مسلمه، روح الله زم در فرانسه از حفاظت پلیس این کشور برخوردار بوده. اما میخوام بدونم چی شد که روح الله زم متقاعد شد بدون حفاظت و با مسئولیت خودش فرانسه رو ترک بکنه و به عراق بره؟ پس از سقوط صدام حسین، نیروی قدس سپاه و وزارت اطلاعات ایران شبکه های خود رو در عراق گسترش دادن. سال پیش شخصی ناشناس 700 صفحه گزارش وزارت اطلاعات ایران از فعالیت مأمورانش در عراق بین سالهای 2014 و 2015 را به سایت خبری انترسپ درز کرد. رانان برگمن یکی از روزنامه‌نگاران تحقیقی نیویورک تایمز است که این اسناد درز شده را مطالعه کرد. گزارش یک مأمور اطلاعات ایران این گونه چند ملاقات با مقامات بلندپایه نظامی، نمایندگان مجلس و وزیران عراق را توصیف کرده. این مقامات داوطلب دادن اطلاعات به ایرانند. نفوذ ایران در بالاترین سطح. شخصی که در اسناد درس شده دوست نزدیک ایران توصیف شده، عادل عبدالمهدی بود. هنگام سفر روح الله زم به بغداد، اون نخست وزیر عراق بود. سفارت جمهوریت عراق در پاریس ترحب بكم. با سفارت عراق در پاریس تماس گرفتم. آنها میگویند برای روح لازم ویزا صادر نکردند. در چند روز گذشته بارها و بارها با وزارت خارجه و همچنین دفتر نخست وزیر این کشور تماس گرفتیم. براشون ایمیل فرستادیم، پیام بهشون دادیم، اما متاسفانه به ما جواب ندادند. 17 مهر ماه سال گذشته، روح الله زم از شهر محل اقامتش در جنوب فرانسه به پاریس می رود. علی‌رغم بسته شدن بخش کنسولی سفارت عراق، یک دیپلمات مسئول در سفارت به استقبال روح الله می رود. ویزایی که صدورش یکی دو ماه طول می کشد در عرض نیم ساعت برای روح الله صادر می شود. وقتی رفتم پایین پیشواز بولای پلیس در اومد، گفتش معاون سفیر و همراه دو سه نفر دیگه دم در وایساده بودن منتظرش. شیرین نجفی که در ترکیه پناهنده بود، از سال 1396 یکی از ادمنهای اصلی آمد نیوز شد و از معتمدان روح الله. روح الله زم هیچ شخصی رو به اندازه شیرین نجفی مورد اعتمادش نبود. روح الله زم به فکر راه اندازی تلویزیونی به نام آمد نیوز بوده است. همکاران روح الله میگویند افرادی از طریق شیرین نجفی با روح الله تماس میگیرند و مدعی میشوند که آیت الله سیستانی حاضر است با او مصاحبه کند و میلیون ها دلار برای راه اندازی تلویزیونی به او کمک کند. مبلغی حدود 30 میلیون دلار در سال برای ما ارسال بکنه. شیرین نجفی که در ترکیه پناهنده بود میگوید او ترجیح داده خود به عراق برود
تا روح الله زم به خطر نیفته. در عراق شیرین نجفی عکس 500 یورویی برای روح الله میفرستد. او میگوید روح الله خودش باید به آنجا برود. روح الله به من زنگ زد و به من گفت که حدود 50,000 یورو رسید و گفت اولین مبلغ 5,000 یورو واریز به حساب من شده. مدتی بود که روح الله از طرف پلیس فرانسه محافظ داشت. در پاریس روح الله پس از سالها برای مشورت به دفتر حسن فرشتیان، دوست قدیمی پدرش می رود. فرانسه به هیچ عنوان نمی توانست ایشون رو ممنوع خروج کنه، فقط می توانستن توصیه های ایمنی بهشون بدن که ظاهرا این کار کردن. یک روز پیش از پرواز روح الله زم، یعنی 10 اکتبر، رابطین شیرین نجفی بلیتی از شرکت مسافرتی سفیر بغداد در کربلا به نام روح الله زم خریداری می کنند و برای او می فرستند. هم همسرش هم دخترش خیلی اصرارش کردن که نره. روح الله نگران سفر به عراق بوده. او به استخاره پناه می برند. خانم شیرین نجفی زنگ می زنه به روح الله، میگه که استخاره خوب در اومده ولی میگن باید 2 یا 3 روز بمونی در سفر، بیشترش خطرناکه. روح الله زن به استخاره و سرکتاب و این چیزا خب عقیده داشت دیگه. اینا کاملا شناخت از شخصیت و روانشناسی روح الله داشتن. بعد از ظهر 19 مهر ماه روح الله زم با پرواز شرکت هواپیمایی سلطنتی اردن فرانسه را ترک و به طرف بغداد پرواز می کند. توقفی کوتاه در فرودگاه عمان پایتخت اردن داشت. توی فاصله ترانزیت ایشون برای من عکس فرستاد، چون من قبل از اینکه به خاطر خیلی نگران بودم، گفتم هر لحظه باید به من گزارش بدی که من ببینم که تو حالت خوبه. پرواز کوتاه روح الله زم از عمان ساعت 1 بامداد در فرودگاه بین المللی بغداد به زمین می نشیند. اونجا که رسید به بغداد هیچ خبری ازش نداشتم. 2-4 ساعت بعد با من تماس گرفت، با لحن غیر عادی مثل همیشه صحبت نمی کرد و فکر می کنم یک جوری صحبت می کرد که زود باید تلفن رو قطع می کرد. زم سرشبکی سایت معاند آمد نیوزه که 2 روز بعد خبر روبوده شدن او توسط سازمان اطلاعات سپاه در کانال تلگرام آمد نیوز و تلویزیون حکومتی ایران منتشر می شود. از کاروان کربلا جا موندم آقا. سفر روح الله زم به عراق همزمان با مراسم اربعین. سالانه صدها هزار ایرانی برای شرکت در این مراسم به سوی کربلا و نجف راه پیمایی میکنند. بیت آیت الله سیستانی مهمترین مرجع شیعه در نجف است. روح الله زم ارادت ویژه‌ای به آیت الله داشته و به جایگاه و قدرت معنوی او آگاه بود. من گفتم آخه مگر آقای سیستانی با شما روح الله زم با آمد نور سنخیتی داره؟ ایشون گفت ما بناس در این تلویزیون شیوه جدیدی رو در پیش بگیریم و با مصاحبه با آیت الله سیستانی افتتاح بشیم. دفتر آیت الله سیستانی درخواست بی بی سی برای مصاحبه را رد کرد، اما در نامه ای نوشته هیچ کس از بیت ایشان یا مقلدین او نه از روح الله زم دعوت کرده به عراق برود یا قول حمایت مالی برای تأسیس تلویزیون به او داده. سال گذشته از مسئولان ایران خواسته شد که درباره چگونگی استفاده از نام آیت الله سیستانی و آدرس بیت او توضیح داده شود، اما مقامات ایرانی جواب ندادند. برای اولین بار در تاریخ تشیع هست که از نام یک مرجع تحلیل، اونم مرجع علل اطلاق جهان تشیع، مثل آیت الله العظما سیستانی برای یک به قول خود اونها عملیات فریب استفاده میشه. یک نفر وابسته به دفتر آیت الله سیستانی این احتمال رو مطرح کرد که ممکنه سرور وبسایت یعنی کامپیوترهای دفتر آیت الله سیستانی توسط سازمان اطلاعات سپاه هک شده باشه و از اون طریق با روح الله زم تماس گرفته باشند که ایشون باور کرده واقعا از طرف آیت الله سیستانی دعوت شده و قراره حمایت مالی بشه.
اگر سرورهای دفتر آیت الله سیستانی هک شده باشد، به نظر می رسد سرویس های اطلاعاتی ایران پیشتر تجربه این کار را داشتند. نیروی قدس و وزارت اطلاعات ایران اگر بخواهند می توانند سرورها را هم هک کنند. یکی از معماهای ربوده شدن روح الله زم روایت های شیرین نجفی است. خانم نجفی پس از خبر دستگیری روح الله زم برای چند روز در رسانه ها ظاهر شد. تلاش ما برای پیدا کردن او در عراق و ترکیه به جایی نرسید. یکی از نزدیکان ایشون به ما گفت که شیرین نجفی در زندان به سر میبره و در حقیقت تمام اون مصاحبه هایی هم که انجام داده و صحبت هایی هم که با روح لازم قبل از ربوده شدنش انجام داده بود در یکی از اتاقهای سازمان اطلاعات سپاه بوده. شیرین نجفی سالها در ترکیه پناهجو بود و از آنجا با آمد نیوز همکاری میکرد. در 29 شهریور سال گذشته ناگهان در استانبول ناپدید میشود. سه روز غیبش زد، هم من هم روح الله یه سری دسترسی‌ها رو ازش گرفتیم. تا دسترسی‌هاش رو ازش گرفتیم دوباره سر و کلش پیدا شد. پس از سه روز شیرین با روح الله تماس میگیرد و میگوید تصادف کرده و در بیمارستان بستری بوده. تیر ماه امسال شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران 13 اتهام علیه روح الله زم را مصادیق افساد فی الارض دانست. دادگاه در مورد ایشون حکم اعدام صادر کرده. این حکم البته غیر قطعی است و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور. داستان روح الله زم داستان مردی است که دشمنان زیادی هم در حکومت ایران و هم میان مخالفان حکومت داشت. مردی که با یک کانال تلگرامی حکومت را به تنگ آورد، اما با پای خود به داخل دام سازمان اطلاعات سپاه رفت. در افغانستان همزمان با حرف و حدیث ها درباره گفتگوهای صلح با طالبان، بحث های داغی بر سر میزان انعطاف حکومت در زمینه ساختار نظام در برابر طالبان جریان دارد. طالبان تا حالا به کمتر از عنوان امارت اسلامی برای توصیف خود کوتاه نیامدند، ولی دو طرف درباره ساختار نظام چه میگویند؟ جمال الدین موسوی در گزارشی سعی کرده پاسخ این سوال را پیدا کند. موسیقی آرام در لابی هتل شرق در دوحه قطر. در گوشه دیگری از همین هتل بیشتر از یک ماه است که دو هیئت درباره مناقشه خونین در نقطه ناآرام گفتگو می کنند. یک طرف به نمایندگی از طالبان و طرف دیگر به نمایندگی از دولت افغانستان. تقابل دو گفتمان هست. گفتمان جمهوریت و امارت. ما می خواهیم که توافق اساسی و نهایی بر اساس جمهوریت حاصل شود. فکر میکنیم که جمهوریت ظرفیت و ساختار بیشتر برای ایجاد توافق داره، اما اونها فکر میکنن که توافق اساسی بر مبنای امارت و ارزش‌های امارت باشه. افغانستان با هر دو نوع نظام آشناست. سال 1352 داوود خان با کودتای بدون خونریزی جمهوری رو برقرار کرد و سال 1375 طالبان به مدت 5 سال امارت اسلامی رو برقرار کردند. جمهوریت در دوران داوود خان در افغانستان شروع شد و بعد جمهوری واقعی دوران حکومت آقای کرزی بود. به چی دلیل؟ به این دلیل که او حکومت بر رأی اکثریت مردم به میان آمده بود و به معنی واقعی کلمه مردمی بود. در تاریخ افغانستان ما امیر زیاد داشتیم، از امیر عبدالرحمن شروع میشه، امیر حبیب الله خان و امیر و امیر، اما امارت نداشتیم. امارت در دوران طالبان ساخته شد. طالبان در ویدیوهای تبلیغاتی خود پنهان نمی کنند که می خواهند اماراتی اسلامی برقرار کنند و از توصیف خود به عنوان امارت کوتاه نیامدند. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر حاضر نشد جزئیات بیشتری ارائه کند، ولی در پاسخ به سوال من این پیام را فرستاد. موضوع ساختار نظام از جمله موضوعات اجندا خواهد بود و سر میز بحث می شود. فعلا گفتن در این زمینه قبل از وقت است. با این وصف هیچ راهی وجود دارد تا بتوان دیدگاه های دو طرف را جمع کرد؟ ظرفیت های زیادی وجود دارد که می شود به خواسته های اساسی طالبان را
در چارچوب جمهوریت تأمین کرد. مهم اینه که یک درک متقابل شکل بگیره در این زمینه. گفتگوها میان افغان هاست، ولی کم نیستند کسانی که میگویند سایه آمریکا همچنان بر فضای مذاکره سنگینی میکند. طرفین عمده جنگ در افغانستان در اثر فشار آمریکا و جامعه بین‌المللی در دوحه آمدند برای مذاکره. هر دو طرف میدانستند که حاضر شدن به مذاکره برشان نورافزا است، اما نفسن میدانستند که حاضر به تسلیم شدن به یک راه میانه هیچ کدامشان نیستند. حالا با رسیدن انتخابات آمریکا، مجال آمریکا هم تمام شده که فشار بیاره برای صلح در میز مذاکره. گویا کلید گفتگوها در ساختمان مجلل کاخ سفید است. این که چطور می شود از این خون و انفجار گذشت و آهنگی صلح در افغانستان نواخت معلوم نیست. احتمالاً قصه صلح افغانستان بسیار بلندتر از داستان‌های هزار و یک شب است. لیراز چرخی بازیگر و خواننده ایرانی اسرائیلی است و ساکن تل آویو. او با بازخوانی ترانه‌های قبل از انقلاب بین ایرانی‌ها شناخته شده. به تازگی هم در سریال تهران بازی کرده. آلبوم جدید او که با همکاری هنرمندان داخل ایران ضبط شده به تازگی منتشر شد. بامداد اسماعیلی با او گفتگو کرده. ترانه به دیدن من بیا یا مهتاب با صدای لیراز چرخی، ترانه‌ای که هنرمند محبوب زنده یاد هایده خونده بود. لیراز چرخی 42 ساله و متولد اسرائیل است. پدر و مادر او از یهودیان ایرانی هستند که قبل از انقلاب به اسرائیل مهاجرت کردند. لیراز کمی فارسی صحبت می کند و دو فرهنگ بزرگ شده است. سالها می پرسیدم از خود که من ایرانی هستم یا اسرائیلی، و از اون وقت به فارسی آواز می خونم و قصه خود را می گویم. لیراز چرخی سالها به زبان عبری و انگلیسی می خوند و کلن در اوایل با فرهنگ و هنر ایرانی زیاد سر و کار نداشت، تا اینکه 14 سال پیش برای معرفی فیلمش به لس آنجلس یا به قول خودش تهران جلس سفر و انقلابی در درون خود حس کرد. قلبم به تاپ تاپ افتاد. احساس کردم برای اولین بار ایران این کشور زیبا رو در تهران جلس لمس میکنم. رفتم برای خودم خرید، خوراکی خریدم، آلبوم‌های موسیقی قبل از انقلاب خریدم، مثلا گوگوش که الگوی منه یا هایده و مهستی. Moment of standing in this crossroad. یادم میاد جلوی یه چهارراه ایستاده بودم و احساس کردم یه کودک نوزاد افتاد تو بغلم و گفت برام فارسی بخون. Sing her in Farsi. And I was like, what? Me singing in Farsi. منم گفتم چی؟ من برات فارسی بخونم؟ بعد برگشتم اسرائیل و گفتم من میخوام فارسی بخونم. مامان بابام نگاه کردن گفتن لیغا از دیوونه شدی؟ مدیر برنامه‌م هم گفت لیرازی یه موسیقی خاصه با مخاطب ویژه خودش. میخوای موسیقی خاص بخونی؟ گفتم بله، میخوام خاص باشم، چون تنها راهیه که بفهمم کی هستم. لیراز چرخی با بازخوانی ترانه‌های قدیمی شروع کرد و 2 سال پیش اولین آلبوم خود را به اسم ناز منتشر کرد. حالا او آلبوم دیگری به اسم زن ضبط کرده است که تا چند روز دیگر منتشر می شود. ویژگی این آلبوم هم اینه که این رو با کمک هنرمندان داخل ایران ضبط کردی. کمی از این همکاری برامون بگو. من در طی این یه سال انگار که با دوستان ایرانیم از جهنم عبور کردم. هر وقت که بهش فکر میکنم میخوام گریه کنم. بعضی وقتا فکر میکردم که این آرزو هیچ وقت برآورده نمیشه. یه دقیقه بعد فکر میکردم برآورده میشه. یهو یه روز قرارمون کنسل میشد. استرس زیادی داشتم و شبا چه بیخوابیای زیادی. دلیلش هم مشخصه. ما نمیتونستیم آزادانه در تماس باشیم. بعضی از نوازنده‌ها خیلی میترسیدن که با من کار کنن. خیلی دوست داشتن که همکاری کنن، ولی بعضی از این پروژه رفتن. بعضی ها گفتن ما در هر صورت باید بریم زندان، مهم نیست. بعضی هم میگفتن من میخوام با این پروژه کار کنم، ولی نمیشه اسمی از من بیاری، یه اسم مستعار انتخاب کن.
on the project. You have to give me another credit. میخوام از درونم این شعر و فریاد بزنم. لیراز یک سال تمام از طریق شبکه‌های مجازی با هنرمندان ایرانی در تماس بود. او در تمام این آلبوم از آهنگسازی و شعر گرفته تا نوازندگی از همکاران داخل ایران استفاده کرده. Each time it was difficult. هر وقت سخت میشد از خودم میپرسیدم لیراز چرا داری این کارو میکنی؟ ولی تنها جوابی که برای اونها و خودم دارم اینه، این تنها راهیه که ما میتونیم در مورد آزادی این دو کشور صحبت کنیم که واقعا همدیگر رو دوست دارن. این تنها راهیه که هنر میتونه پلی برای این دو کشور پیچیده باشه. جدیداً سریال تهران منتشر شده که در آتن فیلم برداری شده و در کنار نوید نگهبان یکی از نقشای اصلی رو بازی کردی. فیلم برداری سریال تهران عالی بود. با آنجا خیلی هنرمندان ایرانی را از تمام دنیا شناختم. نقش من راول کادوشه، یه جاسوس موساد که در واقع باید خودش میرفت به تهران، ولی یه جاسوس جوان دیگر رو میفرسته تهران. خیلی برام آسون بود که خودم رو در این رول بگنجونم، چون راول کادوش هم متولد ایران بود و در زمان نوجوانی ایران رو ترک کرده و اونم سوالی رو از خودش میکنه که من تمام زندگیم از خودم میپرسم، من یه ایرانی هستم یا یه اسرائیلی؟ دوست داری برای ما در آخر یه چیزی هم بخونی؟ آره. I'm thinking about a song. به دیدن من بیا مهتاب در اومد. لیراز چرخی، خواننده و بازیگر ایرانی اسرائیلی که برای نزدیک شدن این دو کشور به هم از طریق ارتباطات فرهنگی تلاش میکند. بامداد اسماعیلی، کلن. تو سینه من یه بیقراره. هفته گذشته دهمین سالگرد درگذشت اولین باخچبان بود. او وقتی دانشجوی کنسرواتوار دولتی آنکارا بود، با سمین باخچبان، آهنگساز ایرانی و دانشجوی همان کنسرواتوار آشنا شد و بعد از ازدواج با او در سال 1329 به ایران آمد. اولین در ایران به تدریس آواز در هنرستان عالی موسیقی پرداخت و بعدها به یکی از ستارگان اپرای تهران بدل شد. او نقش موثری در گسترش اپرا و آواز گروهی در ایران ایفا کرد. پژمان اکبرزاده نگاهی کرده به آثار او. سالهای پایانی دهه 40 خورشیدی برای اولین باخچبان اوج دوران فعالیت بود. با شکل گرفتن گروه اپرای تهران در تالار رودکی، او در بسیاری از اپراها نقش‌های اصلی را ایفا می‌کرد. بسیاری از مدارک و ضبط‌های تالار در جریان انقلاب اسلامی از میان رفت، اما به بهانه دهمین سالگرد درگذشت اوین باخچبان، فرزندش کاوه تعدادی از ضبط‌های بر جای مانده در آرشیو خانوادگی را همراه با کتاب مصوری منتشر کرده. خیلی غم‌انگیز بود که بعد از این همه فعالیت در اپرای تهران آلبومی از اجرای مادرم وجود نداشت. البته اینا هم ضبط‌های حرفه‌ای استودیو نیستش، اینا فقط برای ثبت سوابق با یه میکروفون خیلی معمولی گرفته شده، ولی به این هم شکر، چون که نموداری هستن از اینکه زمانی اپرا در ایران وجود داشته. مجموعه منتشر شده توسط کاوه باخچبان با پشتیبانی بنیاد توس، علاوه بر نمونه‌های اجرایی بیش از 50 نمونه سند و تصویر را نیز در خود دارد که گرچه بر فعالیت‌های اولین باخچبان متمرکزند، ولی روشن کننده بخشی از تاریخ موسیقی در ایران معاصر هستند. بسیاری از این نمونه‌ها پیشتر در دسترس عموم نبودند. از بین رفتن مدارک و عکس‌ها، کارهای پژوهشی رو در زمینه اپرا و کور در ایران مشکل کرده. ما اینها رو خودمون آوردیم، حتی با امیدی که شاید اینها سالم باشن و یه روزم بشه منتشرش کنیم. اولین باخچبان سالها در هنرستان عالی موسیقی و استاد آواز بود. از مشهورترین هنرجویانش میتوان به حسین سرشار اشاره کرد. باخچبان در زمینه رهبری آواز گروهی هم فعالیت گسترده‌ای داشت. در سال 1346 گروه کور تهران را تشکیل داد که اجرای آواز گروهی در مراسم تاجگذاری به آن محول شد. قرار شد که بریم کاخ
گلستان تمرین هایی بکنیم با شاه و شاهبانو که اینا قدم میخوان را برن با موزیک ما معلوم بشه. حالا تمرین داره میشه. سپه بود یزدان پناه بود گفتش که عمرای ارتش وارد شن. عمرای ارتش همه چیز شمشیر به دست اینجوری شمشیرها بالا اومدن تو. من میگیم من با اینا چگار خواهم کرد میگم. اومدن و نشستن سر جا. یادم آقای پر بود این آهنگایی که در وزارت فرهنگ هنر آهنگسازا درست میکردن برای تاجگذاری میآوردن و علازت گوش میدادن من گوش میدادن نظر ما رو میخواستن. و یادم همجور که از تالا اون تالار بزرگ وارد میشدیم این کورال دست راست بود و اگه اشتباه نکنم شروع میشد با شها شهریارا. خیلی آهنگ قشنگی بود. اولین باغچبان همچنین با پشتیبانی بنیاد خیریه فرای پهلوی یک هنرستان موسیقی برای کودکان بی سرپرست در تهران ایجاد کرد. یک گروه کور نیز در این هنرستان به رهبری او ایجاد شد. موفقیت گروه تا جایی پیش رفت که تنها چند ماه پیش از پیروزی انقلاب برای ضبط دو آلبوم به اتریش اعزام شد. رنگین کمون آلبومی از ساخته‌های سمین باغچبان برای کودکان و مجموعه‌ای از ترانه‌های محلی ایران. آلبوم دوم به دلیل داشتن نام کور فرح برخود امکان نشر در ایران نیافت و نهایتاً 40 سال بعد در اروپا منتشر شد. پژمان اکبرزاده، آمستردام. ممنون که با ما همراه بودید. تا برنامه بعد، بدرود.